وقتی عشق و علاقه توی کار نباشه و وظیفه اصل باشه، هی به خودتون بگید که من باید این کارو بکنم، در وجود شما یه مکانیسم دفاعی ایجاد میشه. بعد و اینکه این کارو به نوعی انجام نده، چون ببینید وجود ما از دو تا، یعنی یکیش خودآگاهمونه، یکیش ناخودآگاهمونه. خب ما ناخودآگاه خیلی رو ما تاثیر میذاره، تو تمام مسائلمون ناخودآگاه تعیین کننده است، خودآگاه در یه اندازه خیلی خیلی پایین تری. برای همین شما اگر واقعا بدونید که چه کار بکنید که ناخودآگاه شما با خودآگاهتون همراه بشه، نه اینکه ناخودآگاه شما بیاد با شما مقابله بکنه، اون موقع هستش که به یه قدرت خیلی بزرگی میرسید و مرتب از طرف ناخودآگاه به شما پیام میاد، چون شما باهاش همراه شدید، چون شما بر اون ضرورت‌های عینی سوار شدید. حالا این چه موقعی هست؟ موقعی که شما با بدن خودتون، با وجود خودتون آشتی بکنید. سعی کنید با اراده فردی خودتون هی بایدها رو به خودتون القا نکنید که من باید این کار رو بکنم. هر وقت یه همچین کاری کردید، بدونید که ناخودآگاه با به وجود آوردن مکانیسم دفاعی مقاومت میکنه و بعد میگه چرا تو تعیین کردی باید، و بذار وجودت هر موقعی که خواست این کار رو انجام بده. بعد از یه مدتی انقدر جالب میشه وقتی که شما، مثلا چند روز پیش، اتفاقا چند وقت پیش که من اون مشاوره تغذیه رو در رابطه با محدثه گذاشتم حتی توی پیج خودم، بعد یه مشاوره دیگه ای هم داشت در رابطه با اینکه من مثلا کارای دانشگاهی که مثلا داره تخصص، چه استاد دانشگاه دیگه، داره دکترای ریاضی رو میگیره، میگه یه موقعی مثلا میام تو کانال یا میام تو گروه انقدر مشغول میشم، بعد یه دفعه با خودم میگم که کارای دانشگاهی مثلا مونده، کارای نمیدونم، کارهایی که باید وظایفم هست اونا مونده، چه کار بکنم؟ خب من گفتم خب هر موقع وقتی که رها کنی به خودت این بایدها رو نگی، چون اون کار رو هم که انتخاب کردی در رابطه با دانشگاه، با درسات، با همه چیزا، اینها رو بدن خودت پذیرفته دیگه. بالاخره وقتی من میرم دنبال یه رشته‌ای، بالاخره دل علایقی هم هست دیگه، اون علایق رو بیدار کنی به خود. وقتی میخوای مثلا بیای الان یه کتابی رو بخونی، مثلا کتاب منو، بگی بشین تا موقعی که دوست داری بخون. وقتی میخوای یه غذایی رو بخوری، مثلا هی به خودت نگو نه این نمیدونم بده، این خوبه، این فلان. بعد بدن خودت کم کم تنظیم میشه، شما با بدن خودت آشتی میکنی، اون بهت خودت میگه، علایقت رو تنظیم میکنه. خب این یه مسئله. واقعا این، آره این خیلی موضوع مهمیه که ما اگر همین کار رو بکنیم، یه دفعه مثلا فرض کن الان سر یه پیامی داد، مثلا دوست داره ویولون بزن، خب دوست داره دیگه، این علاقه رو داره دیگه بالاخره. خب شما این علاقه رو نگه استادم به من گفته فلان، بذاره وجود خودش، امروز اصلا نمیخوام این کار رو بکنم، نمیخوام ویولون بزنم، نمیخوام نمیدونم فلان فلان فلان. بعد اینها رو بعد از این مقطع یه دفعه میبینه الان من دلم میخواد، هوس کردم مثلا این کار رو انجام بدم. به مرور شما با بدن خودتون انقدر آشتی میکنید. من مثلا یه موقع یه کاری هست، باید یه کار اداری انجام بدم، اول که میاد میگم که خب، حتی یه نامه که میاد میگم الان نمیخوای بازش کنی، بازش نکن، بذار برو یه استراحت. همون لحظه که وقتی باید رو از خودتون برمیدارید، بدنتون رها میشه و بعد میاد در جایگاه خودش، یه دفعه میگه خب حالا برم ببینم اون نامه چیه، حالا ببینم اون کار چیه، و بعد با اشتیاق میره جلو. تو ایران این روزا اینقدر گریه زاری هست که ما هم غمگین شدید. خب حالا اینم یه نکته یه. ببینیم من خودم یه سری پیاما هست، خب ناخودآگاه ما هم میشنویم دیگه، ولی خودمون اینا، من اینجا یه روزنامه هستش که
بهش میگن که این روزنامه مثل چیزه، از اگه به چلونیش ازش خون میاد، یعنی همش دنبال یه سری حوادث وحشتناک و فلان و اینجور چیزایی که سطحی مردم میگه اه چی، شما بکن الان تو خیابون تصادف بشه هی میگه چی شد ببینم ما فلان بهمان اینا، ناخودآگاه میریم دیگه. این مسئله خودتون رو بشناسید که خب من الان نمیخوام، من الان چی کار، از خودتون بپرسید من چی کار میتونم بکنم. فرض کنید الان بشه، اون روز یکی در مورد جنگ از من سوال کرد، ما میتونیم الان جنگ رو جنگ تاثیر بذاریم؟ بعد گفتی با جنگ یکم در مورد جنگ صحبت کن. گفتم جنگ خیلی خوبه، آدمای جاهل و همدیگه رو میکشن. برای اینکه ببین الان من بیام بگم جنگ بده، جنگ خوبه فلان، من که تأثیری الان تو این مسئله ندارم. پس الان همین جمله تو رو من خوبش میکنم، من میگم خیلی خوب به این فکر کن که الان حتی یه همچین اتفاق بیفته به نفعت. و همون قانون جذب در واقع شما پوزیتیو رو به سمت خودتون جذب میکنید. حالا من الان چرا باید برم دنبال یه اخباری که بدونم که برای من ناراحت کننده است، بعد بیام تسلیت، آی اوی این شد اون شد این ش... ما کاری رو انجام بدیم که بدونیم نقشی رو توش به طور کاربردی داشته باشیم. پس من یه اخباری که میدونم که الان مثلا فلان جا نمیدونم یه اتفاقی افتاده منم خیلی ناراحت میکنه، خب خودم ازش خارج میکنم دیگه، یک کم خارج بکنم که غمگین نشم، برای اینکه اصل خودم هستم. وقتی من شاد باشم، وقتی پر انرژی باشم، میتونم کار مفیدی انجام بدم، مفید و سازنده برای این جامعه باشم، نه اینکه بیام بشینم آی او برای نمیدونم گواتمالا یا نمیدونم آفریقا بشینم الان مثلا فرض کنید کاری که چیز خاصی که انجام نمیتونم بدم. ولی خیلی خوب من الان بتونم دو تا کاری برای خودم، برای همسایه‌ام، برای روابطم، برای دوستان، برای نمیدونم همین دایره رو وسیع ترش کنم، این خیلی مثبت تر. سوال من ناخودآگاه خودآگاه رو تعریف کن. ببین ناخودآگاه و خودآگاه، خودآگاه یعنی چیزیه که من الان میدونم. مثلا فرض کن من میوهی هست، میوه رو میذارم اونجا، من میام انتخاب میکنم کدوم میوه رو بردارم. خب این در واقع هم خواست من درونیمه، همین که اراده فردی و خودآگاه خودم بود. یه موقع هستش که اصلا بدون اینکه اصلا بدونم یه دفعه مثلا از یه چیزی خوشم نمیاد، دلیلش هم نمیدونم ولی خوشم نمیاد. یه فردی رو میبینید بعد میگه چقدر به دلم نشست، اصلا دلیلی خاصی ندارید ولی ناخودآگاه شما از این فرد خوشتون میاد. خودآگاه ناخودآگاه ما تو تمام مسائل ما تأثیر میذاره، توی غذا خوردنمون، توی نمیدونم رنگایی که دوست داریم، تو نمیدونم انتخاب لباسامون، توی نمیدونم همین ها. خیلی از اصلا چقدر یه دفعه میبینی یه چیزی رو اصلا از یه چیزی خیلی بدت میاد، از یه چیزی خوشت میاد، به یه جایی میخوای بری یه دفعه میبینی حست میگه نمیخوام برم، ناخودآگاه یه دفعه مثلا مضطرب میشی. اینا همش پیامه دیگه، پیام ها. پس ما اون حسای خودمون رو هر چقدر با خودمون صادقتر، راحتتر و روانتر باشیم، پیامی که از ناخودآگاه وجودمون، شما فکر کنید الان من توی این اتاق هستم، خب این وجود من و تمام عواملی که بر من تأثیر میذارن، من که نمیشناسم، که اون چیزی رو که میشناسم خودآگاهه، اون چیزی که نمیشناسم ناخودآگاهه. ولی چقدر عواملی که من نمیشناسم رو من تأثیر میذاره؟ خیلی خیلی خیلی، به همین خیلی به همین سادگی. مثل مثلا فرض کن شما فکر کنی یه کوه یخی که مثال میذارن تو همین مسائل علمی، شما میری جلو کوه یخی تو آب، اون بالا رو میبینید اینقدره، فکر میکنید اینقدره، ولی وقتی برید در واقعیت چیه؟ اون کل خیلی بزرگتر از اونه. تو خانواده نداری برای همین اینطور حرف میزنی، آبرو نداری. خب اینم راست میگه در واقع، چون من الان در
یعنی اصلا من حتی سر این مسئله سقوط هواپیما، چون من برادرم توی اوکراین، یکی از برادرام، من خیلی وقت ارتباط ندارم باشون، ولی شنیده بودم که یکی از برادرام تو اوکراین خیلی میره میاد، فعالیت های نمیدونم اقتصادی داره، چی داره، کارهای فلان و نمیدونم چه چیزی داره، شو خیلی وقت ارتباط ندارم. بعد یه دفعه این سقوط که شنیدم هواپیما رو، با یادم احمد اینجا بود دیروز، یه دفعه با خودم گفتم که احمد برادر منم اوکراین رفت و آمد داره، خب برادر من خیلی ایران میاد میره دیگه. بعد یه دفعه احمد گفت ای وای یه همچین چیزی گفت، ولی من دیدم با خودم گفتم من الان اگر بشنوم خبره مثلا تو بین اینا اسم برادر من باشه که مثلا تو فرود تو هواپیما بوده، چه حسی دارم؟ هرچی به خودم نگاه کردم دیدم حس خاصی ندارم. در واقع این پیامی که این خانم فکر کنم بود تا جایی که یادمه میگه خانواده ندارید، من الان خیلی وقته که اصلا برام مثلا معنی نداره، حتی در رابطه با خیلی از مسائلی که برای خودم میفته اصلا میبینم ناراحتی و نگرانی اصلا از من رفته. مثلا بگم ای وای فلان، مثلا چی میشه این، اصلا این ای وای ها خیلی وقت رفته از من که مثلا بگم. اتفاق یکی از استوریای من اینه، وقتی شما یه خبر خیلی ناخوشایند، به اصطلاح ناخوشایند میشنوی، چند ثانیه حتی سکوت کنید به جای اینکه یه ریاکشن ها ای بابا چی شد، مثلا بچه‌ای میفته زمین. اتفاقا سر همین مسئله یه بار یکی گفته بودن که شما فکر کنید، مثلا یکی گفته بود زیبا رو ما رفته بودیم خونش، بعد همسایه‌اش، یه همسایه چند سال پیش، 10 سال پیش، یه زن و شوهر پیری اینجا زندگی میکردن، مثل که یه اون خانومه میفته زمین و حالش بد میشه، این بعد دو نفری که خونه من بودن، منم رفته بودم بیرون، اینو متوجه میشن میرن، یکی از این خانوما که اسمش اولدوز بودم خونه من بوده، بعد وای آی ای وای های هوی زیاد دیگه، چی میگن از این چیزای صد نمیدونم دیگه حالا اسمشو چی بگم، ای وای چی شد، ای وای خون، ای وای رو بیاریم، حالا رولشم بازی نمیتونم بکنم انقدر که مسخره است برای من. بعد من اومده بودم، بعد که اینا گفتن زیبا میدونی همسایت فلان شده چی، گفتم خب چیکار کردید، گفتش که اورژانس زنگ زدی فلان، نمیخوای ببینی، گفتم نه دیگه برای چی ببینم اورژانس زنگ زدی من چیکار بچه، نه همسایت فلان، گفتم از ما اورژانس بیاد کارش انجام میده دیگه. اینا رفته بودن گفته بودن زیبا نشسته آش داشت میخورد، حالا همینو به عنوان یه چیزی ما نمیدم، اومده بودم رفتم قشنگ یه چیزی گرفتم خوردم، اینا گفته بودن زیبا تو اون شرایط نشسته آششو میخورد، ما اینجا هی میگود، گفتم خب چیکار کنم، اون کسی که مسئولشو داره میاد، گفتم میدونین شما برای چی این کارو میکنید، به خاطر اینکه اصلا یه پزشک هیچ وقت نمیتونه با این احساساتش درمان انجام بده. شما فکر کنید ما تو بیمارستان بودیم، الان یکی آوردن اصلا داره خون و اوائل، البته این مسئله برای ما بوده دانشجو تا سالای اول که بودیم، مثلا میلرزیم بای ای بای چی شده، ناراحت میشم، خب اینو جلوی ما رو استادامو میگرفتن دیگه. یادم یه بار یکی از استادای من سر من داد کشید، گفتش که میخوای دکتر بشی یا مددکار، تکلیفت روشن کن، سرم داد کشید، هیچ وقت یادم نمیره. خب منم فهمیدم بابا کاری که دارم اینجا میکنم، نشستم با اون مریضه وای حالا نمیده، دلداری های سطحی مسئله رو حل نمیکنه که، ظاهرا این آدم، این فردی که هست، ظاهرا برای اونا میگن که چه دلسوزه، ولی دلسوزه واقعی همونه که اصلا نشسته کار خوش هم میکنه، ولی به موقعش میاد مثلا فرض کن که بهترین برخورد میکنه.
و اون دکتری که هسته شما الان نگاه کنید توی بیمارستان ها اینا نمیتونه که با احساسات این کار انجام ده. بعد اینه که گفته بودن این چقدر فلان نمیدونم بی احساس نشسته بود آش میخواد، گفتم چیه میخواستن چیکار کنم برم مثل شما های هوی را بندازم، معلومه این کار رو نمی کنم دیگه. اصلا از این مسائل سالهای سال گذشته. البته من اون موقع هم های هوی را نمینداختم. من یادم نمیاد کسی، من مادر بزرگم خیلی دوست داشتم ولی سر خاکش که رفته بودیم مراسمش من اصلا گریه نمی کردم، تازه می خندیدم، بودم خب دیگه مرگه دیگه، منم مردم بخندید. بعد یادمه که یکی اومد توی همون مراسم خاک سپاری که نمیدونم فکر کنم به صحرا بودیم اینا، بعد اومد به من گفتش که من شما زینب هستین؟ گفتم که بله. گفت من خیلی دنبال شما میگشتم که شما رو ببینم، من اون موقع اسمم زینب بود دیگه. بعدش گفتم که خب بفرمایید. گفت من انقدر همش این مادر، من مادر بزرگم و همونایی که اومده بوده آهای بای مادر بزرگم، من بودم که 7 ماه بردم پیش خودم تو مشهد نگهش داشتم، تمام آرزوهایی که داشت رو براش برای که تو این کتاب هست دیگه، من اون مادر بزرگم خان خاماجم. بعد اون اون دختره گفته بود من فکر میکردم شما نوه دختریش باشید. گفتم نه من نوه پسریش هستم دیگه، دختر مثلا بابام که بعد چون مامان بزرگم مامان بابام بود. گفتش که انقدر که این مادر بزرگت یعنی خاماجان تو همون مدت ها 3 ماه بعد از این 3 ماه بعد از اون 7 ماه مادر بزرگ من فوت میکنه که 7 ماه پیش من زندگی کرده بود. بعد میگفت تو اون 3 ماه یه زینب از کل از زبونش نمیافتاد، این زینب برای من این کار کرد، زینب این کاری کرد، زینب این کاری کرد. بعد گفته بود انقدر تعریف کرده بود من میخواستم ببینم این زینب، خب ما فامیلمون خیلی بزرگ بود دیگه، من اصلا نمیشناختم این کیه. تو مراسم اومد گفتم زینب شما این؟ گفتم آره. گفت خیلی دوست داشتم باهاتون آشنا بشم. گفتم خوب شدید دیگه، مرسی. اوج مانیکی؟ آره دیگه درسته، من مانیکم. اتفاقا مانیک اتفاقا توی اینم حالا این که پرسید بگم، از من که پرسیده بودن گفته بودم من اصلا اینقدر این بیماری شما بهش میگید بیماری، من که میگم حالات قشنگ زندگی من، شما میگید بیماری باشه بگید، پس من بیماری رو دوست دارم. زیبا اگه ازدواج عاقلانه باشه بازم مخالفی هستن؟ آره اصلا کلن ازدواج از نظر من جاهلانه است دیگه، عاقلانه ای وجود نداره براش. اگر تو عشقی هست دوستش داری برای چی دیگه یه انجزه یه ملایی بیاد برای من این چیز کنه و یا نمیدونم یه سند رسمی و این مال منه این مال توه این نمیدونم مهریه و این نمیدونم چی، اصلا لست است ولش. خب چرا بین این همه عکس با حجاب عکس بی حجاب مریم گذاشتی؟ به این که آها وحید مریم دیگه خودش مشکلی نداره دیگه، بیاید بگید میگه منو قوی کردی، من خیلی ازت ممنونم، متشکرم، تو کاسه داختر از آشی. مریم خوشحاله که عکساش خواستگاراش هم زیاد شدن، تو الان اومدی اینجا الان حرف میزنی چرا گذاشتم؟ من اون عکس رو داشتم دیگه ازش. خب معلومه که من خودم بی حجاب، من با حجاب رو نمیام بذارم که، تو مذهبی هستی تو برو با حجابش بذار، معلومه که من بی حجابش انتخاب میکنم دیگه، اونم که خوشحاله. شما پزشکی چطور این شغل رو کنار گذاشتید؟ خب من پزشکی رو که از اول انتخاب دوست نداشتم پزشکی بخونم، و حتی تو این کتاب کجاست ببینم اینجا تو این کتاب دورانه وقتی کنکور نمرم بالا میشه پدر من خیلی خواهش میکنه که با این نمرت رو بیا برو پزشکی بخون و فلان اینا، من به خاطر بابام که این پزشکی رو انتخاب کردم. بعد که رفتم دانشگاه من یک صفحه، شما بگید یه صفحه، من با دانشگاه درس خوندم اصلا همش رفتم دنبال کار، چون دو دانشگاه آزاد بودم، بعد دانشگاه منم مشهد بوده، بعدش که خود منم خونمونم که تهران، هر غلطی که دوست داشتم و انجام دادم.
بعد که همش دنبال فعالیت های سیاسی بودم که بعد رفتم زندان و افتادم تو زندان. رفتم تو زندان علاقه من به کارهای بعد از اینکه برگشتم، اعتقادات سیاسی و اینا، یعنی دیگه از کمونیستی اینا دیگه گذاشتم کنار و رفتم توی کارهای روان درمانی و دوست داشتم دیگه انسان شناسی. وقتی که اومدم بیرون از زندان دیدم که خب پزشکی رو که خب به هر حال چیزشو که دارم، جایگاهشو که دارم، هیچی، گفتم خب بخونم که فیزیولوژی بدن و این سیستم ها رو اینا رو آشنا بشم. بعد که دیگه فارغ التحصیل شدم، همین مدرکم آوردم دادم به بابام، گفتم برو بگو که من دخترم دکتره ولی من میخوام برم کارهای تحقیقاتی برای خودم انجام بدم. برای همین من حتی یه ماه هم نرفتم حتی کارهای پزشکی که اینجوری به عنوان پزشکی عمومی انجام بدم. همیشه کارهای از تایتل خودم استفاده کردم و کارهایی که خودم دوست داشتم و روان درمانی و کارهای تحقیقاتی انسانی انجام میدم. من که فعلا سیاسی نیستم که الان با سیاستم درگیر بشم، فعلا خیلی کار بزرگی بکنم. این سیاست ها، سیاست یعنی چی اصلا؟ سیاست یعنی راهکار، فکر، ایده. خب من اینو میخوام برای جامعه رو اداره کنم. من که هنوز به اون موقعیت نرسیدم که جامعه رو اداره کنم. همین کار خیلی هنوز تو اداره گروه خودمون موندم. امروز شما بیاید ببینید کلی بر علیه من حرف زدم بچه هایی که تو گروه هستن. هنوز خیلی کسایی که هستن من نتونستم سیاست های خودم رو توی این گروه خودم پیش ببرم، بعد بیام از سیاست های خودم توی فضای چیزای بزرگتر پیش حرف بزنم. پس بنابراین باید یه سر آدم به اندازه حرف بزنه که میتونه عملیش کنه. برای همین من اصلا در رابطه با مسائل بزرگ، نمیدونم مجلس و نمیدونم چیزایی که توی جامعه ما هست، اصلا نظر نمیدم، واردش هم نمیشم. یکی اومده بود میگفت حرفایی که میزنی مثل اوشوه. گفتم من اوشو رو زیاد نمیشناسم، اسمشو شنیدم. یکی میگفت یونگه، یکی میگفت نمیدونم فلانه، یکی میگفت نمیدونم عرفان حلقه است، یکی میگفت، گفتم نمیدونم که من اینا رو اصلا نرفتم دنبالشون، نه کاری دارم باشون. حالا من اگه شبیه کسی هستم خب خوشحالم از اینکه شبیه کسی هستم، اگه شبیه یه مکتبی هستم بازم خوشحالم، ولی اینکه ورژن این باشم اون باشم دیگه خب برداشتای شما مال خودتونه. آها، دلیل این تعداد فن پیج که ساختن این نیست که تبلیغ کنی برای پیج خودت. خب در واقع همین هست که اونا دارن برای من پیج من تبلیغ میکنن دیگه. من که نمیدونم کیم، ولی هر کی هستم منو تبلیغ، همین که میاد مینویسه آنتی زیبا ناوک، یکی میاد مینویسه زیبا ناوکی فلان. من فقط تنها کاری که میکنم اینه که حداقل اینا رو ریستریکتشون کنم و یا نمیدونم یه ذره محدودشون کنم، وگرنه خب زورم زیاد نمیرسه بهشون، هی درست میشن مثل مور و ملخ. ولی خب دیگه به قول تو بازم به نفع منه و چیزه، تبلیغی برای پیج من. زیبایی مشهدی میگه زمانی که دانشجو بودی یک پسر 5 ساله رو هیپنوتیزم میکنی و سال هاست روحیش خرابه. خب دیگه، خب همون مشهدی که میگفتش اولا پسر 5 ساله رو هیپنوتیزم بکنه، یادم نمیاد، نه سال هاست روحیش خرابه. خب بیاده که کی بوده چی بوده، جالبه. همون ببین یه چیزی رو بهت بگم زهره، هر خبری وقتی که من بعضی وقتا یکی میاد یه خبری به من بده میگه که زیبا یه چیزی میخوام بگم، میگم خب منبعش کجاست، میگی نه نمیخوام اسمشو بگم، میگم خودتو خسته نکن چون پس بی اعتباره. هر کسی یک مشهدی میگفت، ضمیر نامشخص، دانشجوی پسر، یک پسر 5 ساله، باز اون فرد مشخص نیست، فلان از این حرفا زیاد میزنن دیگه. اصلا من که اصلا خودم نمادی به قول معروف منفور شدم، انواع اقسام مارکا رو به من دادن، اینم روش دیگه. تو در مورد زندان من میدونی چقدر چیزا گفتن که من چه کارا کردم، اینم روش.
خب حرف دیگه بزن دیگه، الان بزن، الان مثلا اون یکی میاد میگه که زیبا اینجوری کرده اونجوری کرده، خب بزن میزنن دیگه، خب بزن بزن ببین. ولی باور به حقیقت داشته باشید، حقیقت آرام 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 با صبوری در جایگاه خودش میشینه. باور داشته باشید به صداقت و قدرت واقعیت و قدرت حقیقت. اینه که شما میاد یه سری شایعات میگه مردم آیوه همه اینجوری میشن، ولی کسایی هستن که خیلی با آرامش به این مسائل برخورد میکنن. خب بچه یکی هست آن ایبل تو چیز حسین چرندابی که الان چیز داده بود، تقاضا داده بود، یکی از دوستانیه که تازه منو فالو کرده، از دوستان 10 سال پیش منه تو تبریز، که به این کتاب زینب من چقدر کمک کرد اون زمان، این کمک مالی کرد برای. مرسی حسین اگه الان داری لایو منو میشنوی، هیچ وقت فراموشت نمیکنم و همیشه دوست خوبی بودی و چند روز پیشم که منو فالو کردی خیلی خوشحال شدم. اگه دوست داشتی بیا توی گروه ما. ریپورتم کردن انگار پریود شدم. اشکال نداره، پریودی خودش قشنگه، پریودی حالت خیلی قشنگی از زناست، برعکس خیلی ها که شاید فکر کنم پریودی اصلا، خیلی پریودی حالت قشنگی از زن. وقتی من با این حالت ها مشتی کرده بودم و واقعا دوست داشتم، برخلاف اون زمانی که مذهبی بودم و فکر میکردم مثلا فرض کنیم پریود و چقدر آثار روحی بدی هم داشت برای خیلی ها. ولی بعدها که به خصوص توی آلمان خیلی این حالتهای پریود رو دوست داشتم. اصلا نگران نباش اگرم پریود شدی عزیزم. به ماورا اعتقاد داریم؟ ماورا، خب ماورا میدونی چیه؟ ماورا ذهنیات ماست. ذهن انسان میتونه خیلی واقعیت ذهنی، من در این رابطه یک کلیپی دارم، یه بارم لایف گذاشتم، خدا یا اون ذهنیاتی که انسان با شعور خودش، یعنی با شعور میتونه این ذهنی که ایجاد میشه، که حالا بحث تجریده، بحث انتزاز، اگه خواستید یه روز در این رابطه صحبت میکنم، و واقعا حتی ذهن انسان میتونه انقدر قوی باشه که خیلی کارها رو انجام بده. این واقعیت رو ما به عنوان یه واقعیت ذهنی ولی قدرتمند باید بشناسیم و بدونیم که چقدر مهمه این واقعیت ذهنی. برای همین ماورا و این هپروت مپروت و فرشته آسمانی اونجا نشسته است، خداوند اون بالا نشسته است، ما را فلان می کند، بهمان می کند، اینا نیست، اینا رو ول کنید. ماورا یعنی در واقع ما و ورای ما. ورای ما یعنی اون چیزی که انرژی های مختلفی که در واقع در خارج از این وجود ما هستن و اون واقعیت ذهنی که ما بهشون میتونیم تسلط پیدا بکنیم. خب حالا این بحثش بمونه، یه بار تو این رابطه صحبت کردم دیگه، در رابطه با اینکه اصلا خدا و این مسائل ماورایی و اینها. حالا الان چون داریم همینطوری صحبت میکنیم و نمیشه دیگه، یک اشاره کرد زیبا، لذت میبرم شما حرف میزنید، خوشحالم. زیبا، علتی که بعد از زندان متحول شدی چی بود؟ خب اینم سوال خیلی خوبیه. من تو زندان که حتی واقعا ببینید این عکس رو میبینید، این عکس در واقع هم نشون میده که من از وابستگی هام کنده شدم، نهایت وابستگی ها. شما فکر کنید وابستگی های مادی، وابستگی خانوادگی، وابستگی اصلا هر همسرم اعدام شد و و و و و در بطن این قطع وابستگی ها در واقع انسان به اوج نابودی که میرسه، در اوج نابودی خوشبختی هم هست. شما میتونید در اوج نیستی به هستی مطلق برسید و در اوج هستی مطلق به نیستی برسید. این بحثی است که توی این رابطه اینجا گفتم که خوشبختی و بدبختی در هم میآمیزد. ققنوسی با سوختن خود تولد ققنوسی دیگر را نوید میدهد.
و زینب از بطن سیبا متولد می گردن. اینه که شما ببینید، حتی من این عکس رو، این عکس که یعنی برهنه، یعنی در واقع رستگی، رهایی، و این بسته شدن چشما یعنی در واقع بستگی، خب در تلفیق بستگی با رستگی، تلفیق تمام اون فشار با رهایی، که در این در واقع این تضاد هست، تضادی است که در جهان هست، و در بطن این تضاد شما میتونید حتی بیگ بنگ از نهایت ذره نابودی به وجود میاد. حتی الان میخوان اینو دارن میسازن دیگه، الان میسازن که اون بمب مثلا نوترونی ذره خیلی 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 کوچیک، خب میتونه مثلا یک جهش خیلی، یک همین اپسیلون خیلی خیلی کوچیک، آبستن یک هستی خیلی 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 بزرگ باشه. اینه که میخوام بگم که زندان برای من در واقع تحولی بود برای اصلا رهایی من، و من واقعا از اون دوران، درسته خیلی دوران سختی بود، ولی بعد فهمیدم که چقدر این سختی ها منو ساخت، چقدر منو تغییر داد، و چقدر من از اون مرحله تونستم تو زندان، یعنی از اون مرحله تونستم خوب بیام بیرون و در واقع برای من یه دستاورد بزرگ. صدای کلنگ قبرت بیاد. خب بیاد بیاد، مگه شما فکر میکنین قبر بده؟ من تو قبر خوابیدم. اتفاقا یکی از مراحل خودسازی من این بود که انسان اگه بتونه با اون، که من یادم موقعی که اینو شنیده بودم که میتونید برید توی قبر، و توی قبر که برید، البته زیاد نتونستم بمونم، نزدیک 60 ثانیه شاید اونجا دراز کشیدم توی قبر، یه احساس خیلی فشار خاصی کردم که توی اون توی قبر رفتم، غروبم بود، البته با دو تا از دوستان بودن و یه دختری هم داشتن، اونا گفتم شما برید اونجا اون دور باشی، من این برنامه رو میخوام برای خودم انجام بدم، ببینم اینی که گفتن که تو قبر بخوابی خیلی ارتباط خاصی پیدا میکنی. شما اینکه صدای کلنگ قبرت میاد، شما چرا انقدر از مرگ میترسید؟ چرا انقدر از پیری میترسید؟ چرا انقدر فکر میکنی؟ اینا همش مراحل بسیار بسیار قشنگ زندگی هستن. اصلا به قبر اینجوری البته من که قبر نمیخوام داشته باشم، من اصلا میخوام واقعا محو بشم در کل هستی، اصلا نه این سنگ قبر و نه این قبر، من اصلا وصیت‌نامه هم نوشتم اصلا بدید به این دانشگاه ها. اصلا میخوای هر کاری که میخواییم با جسد من اصلا تمام ارگانام هم بخشیدم بعد از مرگ، از 30 سال پیش البته این کار کردم. این که اصلا مثلا این حرف رو که صدای کلنگ قبرت میاد فکر میکنی من ناراحت میکنه، بیاد بیاد، خوش آمدی صدا، پوستت زیباست، چه استفاده میکنی زیبا خانم؟ پوست من، مرسی که اولا زیبا میبینید، دوما این که شما تمام این حاله درونی شما در وجود شما خودش رو نشون میده، و این که شما هر باری رو تو ذهنتون نداشته باشید، اصلا هیچ کمپلکسی در ذهنتون نباشه، روان و راحت باشید، این پوست شما، وجود شما همیشه شاداب میشه. و این همیشه گفتم راز زیبایی در خود بودنه، و اینکه پوستش آدم میگه، آدم خودم احساس میکنم در پوست خودم خوب احساس شادمانی میکنم، اون موقعی هستش که تو در واقع از وجود خودت لذت میبری. برای اینکه از وجود خودت لذت ببری باید با خودت آشتی بکنی، رازهای مختلف رو از مرد حمال رازها نباشی، چه رازهای خودت چه رازهای دیگر، بذار زمین سبک سبک، رها، شادا، بانشاد. این لایوت رو دانلود میکنم، دانلود کن عزیزم. خب یه سری بذاریم مخالف هم حرف بزنده، مخالفه هرچی. بچه یه چیزی در رابطه با این مسئله بگم، ببینید وقتی که میخوان این همین آدمایی که حتی اومدن بالاخره یک کلمه من میره تو ذهنشون، اینا ممکنه الان همون بحث خودآگاه و ناخودآگاهه، من متولد اسفندم،
اینایی که میان حرفای منو میشنون، مثل کودکم. یه کودک که میره توی اتاقی، یه تو خونه ای، این کودک همه چی رو فیلم برداری میکنه. چی؟ ذهن. دژوا هم شما شنیدید؟ دژوا. خب این یعنی چی؟ یعنی یه موقع احساس میکنی که من این صحنه رو دیدم، من این فیلم رو دیدم، من این اتفاقات که الان داره میفته دیدم. یه موقعی ببینیم ماها همه چی رو فیلم برداری میکنیم. هر چی که من الان میگم، تمام این مخالفینی که اینجا هستن حتی اومدن لایو منو خراب کنن و، ولی ناخودآگاه اینا رو ضبط میکنه، میره توی وجودشون و همه رو ضبط میکنه وجودتون. مثل یه بچه‌ای که شما وارد یک خونه میشه، شما فکر میکنید بچه نمیگیره، میره بازی میکنه، ولی همه اون خونه رو ضبط میکنه. یا ماها، ما الان میریم وارد یه خونه میشیم، مثلا ممکنه فقط اون فرد رو مثلا ببینیم، یا مثلا یه دونه میزش رو ببینیم، یا دوتا گل رو ببینیم، ولی ذهن ما تمام اون صحنه ها رو فیلم برداری میکنه. تمام این حرفایی که من الان اینجا میزنم، تمام افرادی که میشنون، اینا میره توی ذهنشون. حتی الان اونا مسخره بازی هم بکنن، ناخودآگاهشون میگیره. بعد یه زمانی یه دفعه دژوا، اون یعنی که کلیک کلیک، همون جملات، همون کسانی که مخالف من بودن، یه دفعه میبینید گوینده حرفای من میشن. من میگن من رفته بودم مسخرش کنم، ولی چه حرفی زد؟ حالا ممکنه الان مسخره کنه، حالا دو تا فوکس خور فلان بهم. بذارید بگم. باور به اون حقیقت داشته باشید، بعد از یه مدت یه دفعه میبینید که همون فرد تو زندگی از من الان تمام میشه دیگه، این لایف 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه تمام میشه، این میره، ولی اون من تمام این حرفای منو با خودش برده. بس همین، خوش آمدید همین کسایی که هستید. رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون. یس یس یس، چقدر خوش مهربان و خوش قلب هستی. اما خشمم دارم و خشم خودم رو دوست دارم و نفرت و تمام احساسات منفی خودم هم دوست دارم. خب زیبا اسفندی همه خواست. همه خواستن، چه اسفندی، چه آبانی، چه نمیدونم مهری، چه نمیدونم خردادی، همه خواستن، همه در جایگاه خودشون خواستن. آها، چرا بلاک میکنی اگه اعتقادت اینه؟ خب یه سری کسایی که در همون مقطعی که میاد، چه گرسنم شد، خوب شد و گرسنم شد، اونقدر خوشم میاد گرسنم میشه، چون بدن من میگه یه چیز، من خیلی یعنی دوست دارم اینجوری هم تشنم بشه، هم گرسنم بشه، هم یه چیزی از درون من این حالت. خب داشتم در مورد بلاک میگفتم. خب دیگه بلاکیه که بلاک رو مقطعی میکنم به خاطر اینکه طرف یک ذره مثل کسی که مثلا فرض کن وارد یه جلسه این شده، هی داره مثلا میخواد شلنگ تخته بندازه، خب باید یه ذره اینو کنترلش کرد. یا آقا جان تنظیم شو، همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی بانشات با دیگران رو یاد بگیر، سعی کن که هر کاری که دو خودت فکر، فقط خودتو نبینی، مثل بچه کوچیکی که مثلا فقط دایره دیدش محدوده، این باید به بلوغ برسه و بدونه که خب شر رو ور رو چرت و پرت و نمیدونم زر و مر رو، اینا رو باید فیدبکش به خودش برمیگرد. بچه ها تا بعد.